کوکتل مولوتوف ها چگونه کار می کنند و چرا سلاح‌های موثری هستند؟ در ساده ترین شکل خود این دستگاه ها فقط بطری هایی هستند که با مایعات قابل اشتعال یا قابل احتراق مانند بنزین یا الکل همراه با پارچه ای پر شدند که روی بطری را از بیرون رفت سوخت داخل آن جلوگیری می کند. این پارچه در بالا اساساً به عنوان فیوز یا مانند فتیله در شمع عمل می کند. هنگامی که پارچه روشن می شود بطری کوکتل مولوتوف پرتاب می شود و سپس سوخت قابل اشتعال در همه جا پاشیده می شود که سپس توسط پارچه روشن آتش گرفته می شود. اولین بار در سال 1936 در جنگ داخلی اسپانیا علیه تانک های شوروی استفاده شد. چیزی که مولوتوف را به چنین سلاح مفیدی تبدیل کرده است سادگی ساخت آن و قابلیت آسیب زدن به اهداف بسیار قوی تری مانند تانک هاست. در طول سالها کوکتل مولوتوف ها دوباره سازی و حتی به تولید انبوه رسیدند، اما در اصلشان همون دستگاه فوق‌العاده قابل اشتعال باقی ماندند. گاهی اوقات مواد غلیظ کننده مثل چوب پنبه و یونولیت به سوخت اضافه می شود تا به هدف بچسبد و آسیب بیشتری وارد کند. در حالی که ضربه اولیه و انفجار مولوتوف بسیار کم است، آتش پایدارش آسیب قابل توجهی وارد می کند. مثلا سوزاندن مدارهای الکتریکی تانک یا ایجاد آتش بزرگ. اینا کاملا همه کاره هستند و می توانند به راحتی به دشمنان در نبرد آسیب برسونند. ترکیبی از سادگی و توانایی آنها برای وارد کردن خسارات عظیم دلیلی است که ما شاهد استفاده شدید از این دستگاه‌ها توسط اوکراینی هایی هستیم که به دنبال دفاع از میهن خود در درگیری اخیر با روسیه هستند.